I first came to Afghanistan in 2001 as a journalist. من اولین بار در سال 2001 به عنوان خبرنگار به افغانستان اومدم. بار دوم در سال 2006 بود و چون از قدیم کار موسیقی هم می‌کردم، طبیعی بود که اینجا با موزیسین‌ها ارتباط برقرار کنم. با گروه پانک راک وایت سیتی آشنا شدم و به اونها پیوستم. گروه وایت سیتی در سال 2007 میلادی در کابل تأسیس شد. اعضای اون نوازندگان غربی ساکن کابل بودند و موسیقی براشون بیشتر جنبه سرگرمی داشت. یک سال بعد با پیوستن تراویس نوازنده گیتار و روت خواننده و نوازنده بیس، وایت سیتی به یک گروه جدی تبدیل شد. اونها که پیش از این موسیقی آهنگسازهای دیگر رو اجرا می‌کردن، حالا آهنگ‌ها و شعرهای خودشون رو اجرا می‌کنن و در بیشتر کشورهای منطقه کنسرت می‌ذارن. ما همچنین با گروه های موسیقی افغان از جمله گروه های دیستریک آنون و کابل دریمز آشنا شدیم. شروع کردیم به کار کردن با این گروه ها. هم یه چیزهایی بهشون آموزش میدادیم و هم براشون کنسرت میذاشتیم. و بعد از اون به این فکر افتادیم که این کار رو گسترش بدیم و به یه فستیوال تبدیلش کنیم. تراویس نیاز به حضور در اجراهای زنده موسیقی رو در بین جوانهای افغان حس کرده بود و با اتکا به ارتباطاتی که با موزیسین‌های افغان و آسیای میانه داشت، فستیوال ساوند سنترال رو راه انداخت. این فستیوال حالا 2 ساله که در شهر کابل برگزار میشه و گروه‌های مختلفی از آسیای میانه و سرتاسر جهان کاراشون رو در اون اجرا می‌کنن. سال پیش عنوان جشنواره جشنواره راک بود، ولی سال بعد تغییرش دادیم به موسیقی آلترناتیو، یعنی هر نوع موسیقی به جز اون چیزی که بین عموم رایجه. ما هدفمون اینه که عرصه رو وسیع‌تر کنیم و راه رو برای سبک‌های مختلف باز کنیم. در ضمن به جز موسیقی سعی داریم هنرهای دیگر رو هم وارد کنیم. مثلا امسال رقص، تئاتر، سیرک، نقاشی دیواری و فیلم هم داشتیم و هدفمون اینه که تبدیلش کنیم به یک جشنواره هنری که یک جوان افغان بتونه در یک محیط به همه فرم‌های هنری دسترسی داشته باشه. The festival and the music in the festival is very much influenced by Afghan culture. من فکر می‌کنم که جشنواره و گروه‌های شرکت کننده در اون از فرهنگ و موسیقی افغانستان تأثیر می‌گیرن. مثلا گروه‌های افغانی مثل دیستریک آنون و یا وایت پیج، هرچند که موسیقیشون راک و متاله، اما از المان‌های موسیقی افغان یا سازهای افغان در کارشون استفاده می‌کنن. من فکر می‌کنم با ادامه این جریان در چندین سال آینده شاهد ظهور سبک‌های جدید در موسیقی افغانستان خواهیم بود. تراویس بیر معتقده که افغانستان از نظر فرهنگ و هنر به یک جزیره شبیه و هدف اون ایجاد پلیه بین فرهنگ و هنر این کشور با کشورهای دیگه در جهت شکوفایی. ما وایت سیتی هستیم و داریم میریم جشنواره موسیقی صدای مرکزی.